نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با فرباد سروندی. کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای همیشه از مربیگری محروم شدند. در پی تکرار محرومیت اعضای تیم وزنه‌برداری ایران به دلیل دوپینگ، امروز کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری به ریاست بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک تشکیل جلسه داد و اعضای کادر فنی یعنی حسین رضازاده، بهمن زاره و هادی پانزوان را برای همیشه از مربیگری محروم کرد. به گفته پرویز جلایر دبیر فدراسیون وزنه‌برداری، این محرومیت طبق قوانین جهانی اعمال شده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که گفته میشد علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی قصد دارد حسین رضازاده را به ریاست فدراسیون وزنه‌برداری منصوب کند. کاظم پنجوی عضو سابق تیم ملی وزنه‌برداری ایران و مربی سابق تیم ملی بریتانیا و مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از آلمان با ما هستند. ابتدا با آقای رستم‌پور شروع می‌کنم. آقای رستم‌پور، داستان این محرومیت دائم اعضای کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران چی بود؟ هم تایید شد هم تکذیب شد، از جمله آقای افشارزاده اصری با خبرگزاری که صحبت کردن تکذیب کردن. داستان کلا چی بود؟ خب این از عجایب ورزش ایرانه که در مدتی کمتر از یک هفته خبر ریاست یک نفر بر فدراسیون وزنه‌برداری منتشر میشه و بعد خبر محرومیت مادام العمر همون فرد رو ما شاهد هستیم. اگرچه تکذیب شده اما اعضای کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری همچنان مصرانه رو عقیده خودشون هستن و پافشاری میکنن، مبنی بر اینکه رضازاده مادام العمر از کلیه فعالیت‌های ورزشی محرومه، به این خاطر که رضازاده مدیر تیم‌های ملی در تمام رده‌های سنی هست و از قضا ما در تمام رده‌های سنی الان دوپینگی داریم: محسن داوودی در نوجوانان، انوش آرمک در جوانان و رشید شریفی در بزرگسالان، ضمن اینکه در مسابقات جهانی کره جنوبی هم ضعیف‌ترین نتیجه 10 سال اخیر این رشته ورزشی در ایران به ثبت رسید. خب آقای کاظمی، از شما سوال می‌کنم، اگر این حکم حالا اتفاق بیفته و ثابت بشه، چه فدراسیون جهانی چه عکس العملی خواهد نشون داد؟ الان دو سال مونده به المپیک 2012 لندن و فدراسیون هم نمیخواد که کمبود ایران توی این مسابقات باعث کم شدن وجه این ورزش بشه، مخصوصا که مهرهای خیلی خوبی هم توی ایران هستند و جزو مدال آوران المپیک همیشه داشتیم. و از در طرف دیگه هم اگه این نتیجه تکرار بشه دو سه تا المپیک اینجوری، شانس این که فدراسیون وزنه‌برداری جهانی محروم بشه از المپیک، اینا هم هستن. و تماش آیا نمیدونم چجوری میخواد اینو نه سیخ بزنه نه کباب. ولی خب حالا اگه ایران تایید بشه، تایید کنه که برجد این دوپینگ انجام شده و فدراسیون جهانی هم اینو تایید کرده، برجد اقدام جدی خواهد کرد بر علیه فدراسیون ایران؟ بستگی به مدارک هست که ارائه میشه. اگه این مدارک کمیته فدراسیون پزشکی اینو اعلام بکنه که نحوه این دارو چی بوده، اینا این دو سال محرومیت رو میدن به اون شخص و مربی که پشت ورقه رو امضا کرده اونم اتوماتیکوار محروم میشه. دقیقاً مثل جریان ایوانوف که 9 تا وزنه‌بردار ایران محروم شدن 2 سال پیش. حالا اشاره کردی به اینکه تیم ایران جایش در المپیک مشخص خواهد شد اگه نباشه، ولی ما میبینیم که چند سالی تیم ملی ایران افت کرده. اجازه بدید اینو از آقای رستم‌پور سوال کنم. آقای رستم‌پور، علت نزول تیم ملی وزنه‌برداری ایران چیه در چند سال گذشته؟ ببینید، این نزول در واقع در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، به این خاطر که حسین رضازاده مشغله‌های متعددی داشته: عضویت در هیئت مدیره باشگاه سایپا، همچنین حضور در سفرهای استانی و برنامه‌های تبلیغاتی آقای احمدی نژاد، اونم در شرایطی که اردوی شبانه روزی تیم‌های ملی برپا بود و سپردن عنان کار به یک نفر نتیجهش همین اتفاقات امروز وزنه‌برداری ایران هست. ضمن اینکه من یه اختلاف نظر دارم با مهمان برنامه بر سر اینکه فدراسیون جهانی حاضر نیست المپیک رو بدون ایران برگزار کنه. خب ما دیدیم المپیک‌های بدون بلغارستان و بدون ترکیه هم در وزنه‌برداری برگزار شده و مقررات جهانی اینجا اعمال میشه و فکر نمی‌کنم در این زمینه کوتاهی از جانب فدراسیون جهانی در خصوص هیچ یک از کشورهای عضو دیده بشه. البته آقای رستم‌پور، در چند سال گذشته خب ما می‌بینیم که 9 تا وزنه‌بردار ایران محروم میشن در آستانه مسابقات جهانی و امسال هم ایران با 2 شرکت کننده حضور پیدا کرد که هیچ مقامی نیاورد. ولی داستان
آسیب دیدگی آقای علی حسینی قبل یک روز مونده به مسابقه چی بود که برجست صحبت‌های حاشیه‌ای هم بود به این در رابطه با آقای رضازاده و ایشون؟ خب امروز خبر بسیار مهمی در همین زمینه داشتیم. دکتر شهابی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون جهانی اعلام کرد که نام ایران در فهرست سیاه IWF قرار داره و در مسابقات جهانی این فدراسیون جهانی بود که اجازه نداده سعید علی حسینی وزنه بزنه. به این ترتیب مشخص میشه که خبر مصدومیت سعید علی حسینی هم کذب بوده. آقای پنجوی، خب حالا برای اینکه ایران از این مسیر نزولی که افتاده توش بیاد بیرون، فکر میکنی کادر فنی ایرانی مناسب هست برای تیم ملی ایران یا کادر فنی خارجی؟ خوشبختانه توی ایران قهرمان خیلی زیادی داریم و داشتیم که در زمینه‌های جهانی همیشه مقام آوردن و خیلی هم مؤثر بودن و اینا افرادی هستن که میدونن چیکار میکنن و به این مرحله که رسیدن توانش دارن. بهمن زاره از کسانی که قهرمان سابق ایران بوده و قهرمان خیلی خوبم خیلی خوبی هم پرورش داده، ولی از وقت ایوانوف که رفت فوت آخر رو یاد نداد. پس در نهایت ایرانی خارجی؟ به نظر من ایرانی باشه ولی از کمک مربی خارجی که علم پزشکی داشته باشه و بتونه با تکنیکای لابراتوری هم آشنا باشه میتونه مشکلات ایران حل بکنه. خیلی متشکرم. کاظم پنجوی، مربی سابق تیم ملی جوانان بریتانیا و عضو سابق تیم ملی وزنه‌برداری ایران، و مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از آلمان که از طریق وبکم با ما بود. اما تیم ملی فوتبال ایران با یک پله سقوط در رده بندی جهانی در رده 64 جهان قرار گرفت.